سناتور از ایالت ماساچوست، آقای رئیس مجلس، حدود نیم قرن ایالات متحده رهبری تلاش‌های گرداگرد جهان را داشته برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای و جامعه بین‌المللی در واقع قوانینی را مندرج کرده برای جلوگیری از اشاعه این گونه تسلیحات. امروز جهان دقیقاً مواجه با چنین چالشی در ایران. تسلیحات هسته‌ای در دست ایران یک خطر بزرگ می‌تونه باشه، نه فقط متوجه اسرائیل و خاورمیانه، بلکه متوجه جامعه انسانی. ما توافق کامل داریم در این مورد که ایران نباید هرگز کشور دارای سلاح هسته‌ای بشه. ایران به ما بهانه لازم رو داده که اینقدر نسبت بهش بدبین باشیم و نسبت به برنامه هسته‌ایش. حامی تروریسم در دنیا، یک قدرتی که به بی‌ثباتی در خاورمیانه دست میزنه. اگر سلاح هسته‌ای دستش بیفته، ایران خطرناک‌تر خواهد بود. به همین خاطر ما نمیتونیم اعتماد کنیم به ایران و بهش مسیر آزاد بدیم، به خصوص در تلاش‌هایش که منجر به بی‌ثباتی در خاورمیانه و گرداگرد جهان میشه. ولی الان ایران قابلیت دستیابی به سلاح هسته‌ای رو طی 3 ماه داره. با این توافق این دیگه ممکن نخواهد بود. من معتقد است که مذاکره کنندگان ما تا جایی که بشه دستاورد داشتن و اگر این توافق اجرایی بشه میتونه به هدفش برسه. ولی اگه پشت بکنیم، ائتلاف دیپلماتیک ما از هم خواهد گسست و چشم‌انداز هر گونه تجدید تلاشی چنان خوب نخواهد بود. خیلی از سناتوری که باشون ملاقات کردن، با سفیران گروه 5 به علاوه 1 که با ما همکاری کردن، پیام اونها یک پارچه بود و خیلی روشن بود که اگر آمریکا پشت بکنه به این توافق، همین الان برابر این ما منزوی خواهیم بود. ولی اونها به سر میز مذاکره بر نخواهند گشت. من اذعان میکنم که این توافق خطراتی رو در بر داره، ولی همونطور که در یک نامه اخیر که در سوی 29 کارشناس اتمی نوشته شده بود، این توافق دارای محدودیت‌های مستحکمیه که بیش از هر توافق عدم گسترش قبلی هست. این توافق محدودیت‌های شدیدی می‌گذارد روی برنامه هسته‌ای ایران طی 15 سال آینده. برنامه هسته‌ای ایران رو تقلیل میده به جزئی از اون چی که در حال حاضر هست. اون قابلیت پلوتونیوم ایران رو حذف میکنه و 2/3 قابلیت اورانیومش رو تقلیل میده. دوره گریز هسته‌ای رو طولانی تر میکنه، از 3 ماه به 1 سال. همونطور که قبلا گفتم، این توافق متکی بر اعتماد نیست. اتفاقا نظام راستی آزمایی رخنه‌گری رو به همراه داره که قدرت میده به بازرسان که بتونن با استفاده از بهترین تجهیزات و شیوه ها برنامه ایران رو مورد بازبینی و مدعاق قرار بدن. اطلاعات کامل به دست ما برسه در مورد ماهیت برنامه هسته ایران که تضمین بشه این مسئله که اگر ایران بخواد تخطی بکنه و بره دنبال بمب هسته ای، ما خواهیم فهمید و به موقع جلوشون رو خواهیم گرفت. بعد از 15 سال تحت این توافق و تحت پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای، ایران این اجازه رو نخواهد داشت که هرگز به سلاح اتمی دست پیدا کنه. ایران داره این تعهدات رو اعلام میکنه. میگوید تحت هیچ شرایطی ایران جویا و پویای تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود. تحت این توافق ایران ازش خواهد خواست که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات کامل بده که چگونه میخواهد تکنولوژی اتمی برای مقاصد سالمت‌آمیز به راه بندازه و همیشه مشمول بازرسی‌های آژانس خواهد بود که اطمینان حاصل بشه که به هیچ وجه در فعالیت‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای درگیر نشه. و اگر آژانس هرگز پیدا بکنه یه چیز مزنون رو، نه فقط 10 یا 15 یا 20 یا 30 سال دیگه، بلکه همیشه و همیشه، اون وقت مسئولیت و وظیفه آژانس خواهد بود که فوری این مورد ذن خودش رو گزارش بده. قابلیت آژانس برای اینکه بتونه راستی آزمایی بکنه برنامه هسته ایران رو یک بخش کلیدی این توافق خطیر و حیاتی خواهد بود که بازرسان اجازه خواهند داشت که بتونن با تجهیزات لازم برن در برابر هر گونه فعالیت مشکوک پاسخ بدن و ایران هم اجازه پیدا نکنه که وقت لازم رو برای پوشش کاراش داشته باشه.
هر وقت نشانه ای وجود داشته باشه از فعالیت های در سطح تسلیحاتی، آژانس میتونه فورا دنبال این کار بره، یا اگه ایران بخواد دنبال تخطی از این توافق بره. هر زمانی که آژانس زنگ خطر رو به صدا در بیاره، اون موقع من با تحریم های شدید موافقم، همون تحریم هایی که ایران رو به سر میز مذاکره آورد، و مکانیزم هایی در این توافق وجود داره که اعمال دوباره اون نظام تحریماتی رو بکنه، حتی با وجود وتو از سوی چین، وتو از سوی روسیه. حتی بدون تسلیحات هسته‌ای به هر حال ایران یک خطری است، به خصوص خطر متوجه اسرائیل، نزدیکترین دوست ما در منطقه و متحدان ما در شبه جزیره عربستان. دولت به ما تضمین داده که در حال همکاری نزدیک با همکاران منطقه‌ایمون که تقویت بکنه امنیت اونها را. کنگره باید فعال باشه، به صورت دو حزبی در این تلاش همکاری کنه با این رئیس جمهور و با جایگزین این رئیس جمهور. باید ما افزایش بدیم همکاری امنیتیمون رو با اسرائیل به سطوح بی سابقه. من همیشه یک هوادار شدید اسرائیل بودم. وقتی صدام حسین در حال تکمیل و توسعه بمب اتمی بود، من از تصمیم اسرائیل موافقت کردم، با اون تصمیمشون برای حمله به راکتور اتمی عراق. من تسریع اون پوشش حفاظتی اسرائیل رو من تسریع کردم و رأی مثبت دادم، رأی مثبت به دفاع از خود اسرائیل دادم. ما باید به همکاری ادامه بدیم، مطمئن بشیم که بتونه اسرائیل از نظر نظامی و امنیتی کاملا در پیشرفته ترین سطح باشه برای دفاع از خودش، و همکاری خودمون و به تعهدات خودمون در این رابطه باقی بمونیم. همینطور باید تقویت بکنیم همکاریمون با تمام متحدان منطقه‌ای. کشورهای شبه جزیره عربستان نیاز به کمک ما دارند برای مقابله با ایران، برای مقابله با افراط‌گرایی، که به لطف تقسیم اطلاعات این کار میتونه انجام بشه. طی دو ماه گذشته من مشورت کردم با بسیاری گروه‌های مختلف، افراد مختلف و کسانی که در هر دو سوی این مباحثاتن، مخالف یا موافقش هستند. اشتیاق اونها ناشی از این هست که یک صلح کامل در خاورمیانه باشه، در اسرائیل باشه و خطری متوجه آمریکا نباشه. این شور اشتیاقی که من با شریک و سهیم هستم. دنیا در این مورد داره به صورت تاریخی یک پارچه میشه. با این توافق ما دستاوردهای زیادی به دست میاریم. این فرصت دیپلماتیک رو داریم که مطمئن بشیم که ایران هرگز به یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مبدل نشه. ما همبستگی بین المللی رو کسب میکنیم که به ما اجازه میده اعاده بکنیم تحریم ها رو اگر ایران تخطی بکنه، به ما اجازه میده تمام قابلیت هامون رو پیشرفته تر بکنیم برای جلوگیری از دستیابی ایران، از جمله اون گزینه نظامی هم سر جاش باقی میمونه. تشکر میکنم از آقایان کری، مونیز و تمام هیئت نمایندگی آمریکا به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشون و خدماتشون به این کشور برای دستیابی به این توافق. تشکر میکنم از پرزیدنت اوباما به خاطر تعهدش و قدرت رهبریش، تعهدش به دیپلماسی. امیدوارم همقطاران من به من بپیوندند برای جلوگیری از اینکه ایران دست پیدا کنه به بمب اتمی، نه فقط این ماه، نه فقط سال دیگه، بلکه برای همیشه و همیشه. باید همیشه هوشیار و مراقب باشیم که تمام مسیرها قابل بازرسی باشه. من از شما ممنونم رئیس مجلس، و تریبون رو به دیگران میسپارم.